سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. مهدی طارمی ستاره خط حمله تیم ملی کشورمون بعد از هتریک چند روز قبل برای تیم باشگاهیش به صدر جدول بهترین و تاثیرگذارترین مهاجمان لیگ های اروپایی رسید، اتفاقی که نشون از آمادگی مثال زدنی نیروگاه اتمی بوشهر توی این روزها میده. طارمی تا این لحظه در سال 2022 12 بازی برای پورتو انجام داده و در مجموع روی 19 گل این تیم تأثیر مستقیم داشته. در واقع 19 تا از گل‌های پورتو در سال 2022 با گل یا پاس گل مهدی به ثمر رسیده. توی این جدول بعد از طارمی امباپه ستاره پی اس جی قرار داره که روی 18 تا از گل‌های تیمش تاثیرگذار بوده. کریستوفر انکونکو پدیده استثنایی لایپزیگ در جایگاه سوم قرار داره و کینو، براردی و لواندوفسکی و ویرا و بنزما به ترتیب پشت سر طارمی قرار گرفتن. در مجموع این فصل هم طارمی با 18 گل و 12 پاس گل بعد از بنزما و امباپه و لواندوفسکی و محمد صلاح در رده پنجمین مهاجم برتر فوتبال اروپا از نظر تاثیرگذاری مستقیم روی گل قرار داره. به این آمار فوق‌العاده مهدی تعداد زیاد پنالتی هایی که برای تیمش گرفته رو هم باید اضافه کنیم تا به ارزش بالای این ستاره برای باشگاه پرتغالی بیشتر پی ببریم. رئال مادرید دیشب یه بار دیگه یه کامبک هیجان انگیز زد و با نتیجه 3-2 سویا رو شکست داد تا گام بلندی برای قهرمانی لالیگا در فصل جاری برداشته باشه. این بار هم مثل همیشه نقش اول این کامبک کسی نبود به جز کریم بنزما. رئالی ها بعد از کامبک مقابل پاریس سن ژرمن و چلسی این بار در حالی که بازی رو در نیمه اول با 2 گل به سویا واگذار کرده بودند در نهایت با گل دقیقه 92 بنزما حریف سرسختشون رو شکست دادن. بازی های این روزهای رئال جوری شده که انگار آنجلوتی از عمد نیمه اول رو به حریفانش آوانس میده تا هر چقدر میخوان گل بزنن و تازه از نیمه دوم بازی اصلیش رو شروع میکنه. یه جورایی انگار پیروزی عادی هیچ هیجانی برای آنجلوتی و تیم هیجان انگیز امسالش نداره. امسال حاشیه های گرون قیمت ترین مدافع میانی تاریخ برای باشگاه منچستر یونایتد تمومی نداره. بعد از ضربه ناک اوتی که مگوایر توی بازی این هفته شیاطین سرخ به گیجگاه پوگبا زد، ستاره فرانسوی کاپیتان منچستر رو توی اینستاگرام آنفالو کرد تا نشون بده بد جوری از دست همتیمیش عصبانیه. پوگبا معتقد مگوایر این ضربه رو به صورت عمدی به صورتش وارد کرده، چرا که تصاویری از گرم کردن مگوایر توی فضای مجازی منتشر شده که نشون میده مدافع انگلیسی دقیقاً قبل از شروع بازی داشته این ضربه رو تمرین میکرده. دیروزم که مگوایر سعی داشت تا به زور خودکارو از یک کودک خردسال بگیره تا بهش امضا بده، در حالی که کودک طرفدار منچستر از رونالدو تقاضای امضا میکرد، مگوایر سعی داشت تا هر طور شده نظرش رو عوض کنه و خودش بهش امضا بده. تنها چیزی که میتونم در مورد این بازیکن بگم اینه که خدا مگوایر رو تا بازی ایران با انگلیس در جام جهانی برامون حفظ کنه، چون قطعاً میتونه امید اولمون توی بازی حساس مقابل انگلیس همین بازیکن باشه. 2 ماه قبل بود که مدیر برنامه‌های گرت بیل ستاره ولزی و ناراضی رئال مادرید اعلام کرد که این بازیکن در پایان فصل و با اتمام قراردادش از جمع بوهای سفید مادرید جدا میشه. بعد از اون گمانه‌زنی‌هایی از تصمیم بیل برای بازی در یک تیم ولزی در 6 ماه قبل از جام جهانی توی رسانه‌ها منتشر شد. اما امروز مدیر برنامه‌های بیل اعلام کرد که این بازیکن فصل بعد هم قطعاً در لالیگا بازی خواهد کرد. خوان فسانس در یکی از برنامه‌های تلویزیون اسپانیا گفت بیل و همسرش زندگی مجللی توی اسپانیا دارن. بیل یکی از اعضای دائمی باشگاه‌های گلف توی مادریده و قصد نداره اسپانیا رو ترک کنه. با توجه به کیفیتی که بیل داره قطعاً حاضر نیست به جز رئال و بارسا و اتلتیکو برای تیم دیگه‌ای توی اسپانیا بازی کنه. انتقال بیل به اتلتیکو میتونه یه انتقال هیجان انگیز از رئال مادرید به تیم رقیب و همشهری رو در تابستون رقم بزنه.
در طرف دیگه حتی تصور انتقال این ستاره حاشیه ساز رئال به بارسلونا هم مو رو به تن آدم سیخ میکنه. باید ببینیم آیا لاپورتا بعد از سالها انتقام انتقال جنجالی فیگو از بارسلونا به رئال مادرید رو البته در مقیاسی کوچکتر از رئالی ها میگیره یا خیر. بعد از لغو مبارزه سجاد غریبی و مارتین فورد، اون هم تنها چند هفته پیش از تاریخ تعیین شده برای مسابقه، به نظر میرسه حال که ایرانی حریف جدیدی پیدا کرده. غریبی قرار بود در مبارزه بزرگ در سالن اودو لندن به مصاف فورد بره، اما این مسابقه به شکل بحث برانگیزی لغو شد. حالا به نظر میرسه راه غریبی و فورد دیگه از هم جدا شده و مبارزه دیگه ای که به تایتان قزاق معروفه غریبی رو به مبارزه طلبیده. ومانوف آلمات باخیتوویچ این فلوئنسری از قزاقستانه که به اندازه غریبی یا فورد طرفدار نداره، اما این مانع از این نشده که خواستار مبارزه با هالک ایرانی بشه. گوریل قزاق توی فضای مجازی هالک ایرانی رو به مبارزه طلبید و غریبی و مارتین فورد رو بزدل خطاب کرد. مدیر برنامه های سجاد غریبی مصطفی هاشمزهی دیروز توی این اینستاگرامش ویدیویی از رجزخونی های تایتان قزاق منتشر و اعلام کرد که اون به زودی به طور رسمی به عنوان حریف جدید سجاد غریبی معرفی میشه. گوریل قزاق توی این ویدیو خطاب به غریبی میگه حال که واقعی من هستم، تو و مارتین بزدلید، بیا با هم مبارزه کنیم. باخیتوویچ که اهل شهر آلماتی قزاقستان مدعی دو بار توی مسابقات بدنسازی به قهرمانی رسیده و نزدیک به 21,000 دنبال کننده توی اینستاگرام داره. اون توی صفحه شخصی خودش تصاویری از اندام عضلانیش و ویدیوهایی از حضور در برنامه‌های تلویزیونی منتشر کرده. گوریل قزاق توی اینستاگرامش قدش رو 174 سانتی متر و وزنش رو 115 کیلوگرم عنوان کرده. تعداد دنبال کننده هاش هم در برابر 1,000,000 دنبال کننده غریبی و 9,500,000 دنبال کننده مارتین فورد اندک به نظر میرسه. به نظرتون این بار دیگه یه مبارزه واقعی از سجاد غریبی در راهه یا بازم حال که ایرانی تصمیم داره هممونو بذاره سر کار؟ عزیزی خادم معروف به عزیز خوبان، رئیس عزل شده فدراسیون فوتبال، توی یه سالی که به عنوان رئیس در فدراسیون حضور داشته تا تونسته به بهونه‌های مختلف از بودجه این فدراسیون به جیب زده. عزیز خوبان توی این یک سال به جز حقوق پاداش و مزایای عجیب و غریب دیگه ای هم گرفته که مجموع این پاداش ها از 1,000,000,000 هم میگذره. عزیزی خادم در شروع فعالیت های انتخاباتیش وعده درآمد 10,000,000 دلاری داده بود، اما در زمان مدیریت یک سالش نه تنها درآمدی برای فدراسیون کسب نکرد، بلکه تا تونست بودجه فدراسیون رو غارت کرد و به حساب شخصی خودش واریز کرد. طبق اسنادی که افشا شده، عزیزی خادم در دوره کوتاه ریاستش در فدراسیون فوتبال از اسفند 99 تا اسفند 1400 فقط 3,060,000,000 ریال به عنوان پاداش صعود به جام جهانی دریافت کرده. حقوق و مزایای خودش هم برای ریاست ماهیانه 26,549,000 تومان بوده و برای یک سال ریاست حدود 300,000,000 تومان دریافت کرده. با این حساب جمع مبلغ دریافتی عزیز خوبان از فدراسیون به عنوان حقوق، مزایا، کارانه و همچنین پاداش صعود به جام جهانی چیزی در حدود 700,000,000 تومان بوده، یعنی حدوداً ماهیانه 60,000,000 تومان. اما نکته اینجاست که اینها فقط بخش کوچیکی از دریافتی های این به اصطلاح رئیس درپیت بوده. در واقع اسناد دریافتی های ارزی عزیزی خادم از فدراسیون به دلیل سفرهای طاقت فرساش به کشورهای خارجی نزد دیوان محاسباته و به همین دلیل هنوز محاسبه نشده. این دزد مکار در دوران ریاستش تا تونست به کشورهای مختلف سفر کرد که یکی از سفرهای پرسر و صداش هم سفر به لیتوانی بود. عزیز خوبان حتی به آلمان و بلژیک هم بی خود و بی جهت سفر کرده بود. عزیزی خادم پایه ثابت همه سفرهای تیم ملی هم بود و برای همه این سفرها هزینه های سفری دلاری و یورویی دریافت کرده که هنوز محاسبه نشده. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما عزیزان رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.